برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست. با سلام به بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوست گرامیم آقای سعید بهبهانی، من سال جدید میلادی که میگن نادرست سال جدید ختنه سوران مسیح رو که مقاله ای هست در میهن تیوی میتونید نگاه کنید، میلادش در 24 دسامبر، چون فرزند هر یهودی روز هشتم که ختنه سورانش انجام میگیره و اسم مذهبیش گذاشته میشه، روز تولد حقیقیش بنا به نوشته تورات همون روزه و اگر کسی در دین یهود روز هشتم ختنه نشه به نوشته اصطلاح تورات در بخش ابراهیم از یهوه، یعنی میگه از من منقطع میشه، یعنی از خدا دیگه یهودی نیست. در اسلام قبل از بلوغ در یهودیت هم اینو از مصر برداشته، در مصر 13 سالگی بوده، تصادفاً هم چون اسماعیل میگن مادرش مصریه از اون نظر 13 سالگی بنابنوشته تورات ختنه شده است، تصادفاً البته. بگذاریم، یک در مورد یک راه حل گرانی، آخوندها اصلاً خارج از کادر جنسیتی فکر نمیتونن بکنن. عجیبه، خانم فریبا علاسوند معاون آموزش مرکز مدیریت حوزه های خواهران در مقابل برادران، بله، میگه خانم ها در منزل با افزایش و تنوع در روابط زناشویی، تنوعش جالبه، اعصاب و روان همسرانشان را در این گرانی های اخیر التیام ببخشند. این راه حل بحران اقتصادی دیگه، بله، کسی که امامش بگه اقتصاد مال خره، بهتر از این راهنمایی نمیتونه بکنه. در ایران هم یه سری اعتصابات سراسری در گرفته در اعتراض به سرکوب زنان، آزادی خواهان، برابری ستیزان، یعنی برابری خواهان یعنی تبعیض ستیزان، مال باختگان، قربانیان، کارگران، دهقانان و غیره و غیره، که دموکراسی سکولار خواستن و اتحاد مخالفان در خارج از کشور. راه حل ایران هم دقیقاً از این مقوله دموکراسی، یعنی آزادی‌های قانونی منطبق با حقوق بشر، برابری انسانی شهروندان ایرانی، یعنی رفع هر نوع تبعیض جنسیتی، زبانی، دینی، فرهنگی، نژادی و غیره، و سکولاریسم یعنی جدایی نهاد دین از نهاد حکومت و مذهب می‌گذره. لایسیته و طبعا این کار بایستی همراه با دموکراسی انجام بدید، نه با زور. امروز روز کشف حجاب اجباری رضا شاهیه که عواقبش وقتی عباس آجان در تبریز چادرها را پاره میکرد و زنان پیرزنان مؤمن رو مانع بود که بیان بیرون، خب عکس العملش رو از نظر اجتماعی یا روسری یا توسری خمینی پیدا کرد. یعنی ببینیم
عقل داشته باشیم، کمی دور رو ببینیم. و جالبه، خانم من نقل میکرد در آغاز انقلاب که اگر نوشته بودن اگر حجاب نداشته باشید، دانشگاه اصفهان ایشون تحصیل کرد، لیسانسش رو گرفت، مسئول عواقب آن هستید، گروه افت. اینها عکس العمل اونه. آتاتورک یعنی مشکلی رو که میتونست با سرانگشت باز کنه با عباس آجان ها و زور و سرکوب باز نکرد مثل رضا شاه. یک اطلاعیه نوشت که از امروز به بعد جز فاحشگان که حق دارند حجاب داشته باشند، از تمام بانوان ترک تقاضا میکنند بدون حجاب بیرون بیان. اونهایی هم که خیلی متعصب بودن سرشون رو تراشیدن، موی مصنوعی سرشون گذاشتن. و غیرتمندترین مرد ترک هم گفت ایوه فکر میکنن که فاحشه وارد خونه میشه، حجاب بدون اینکه یک عباس آجان های نوعی رو به کار ببره کشف حجاب شد. واقعیت اینه شاه و شیخ در ایران از دوره آقا محمد خان آخرین، من یه مقاله دارم آخرین شوالیه تاریخ ایران، اون هر جا دلش میخواست سر اسبشو میچرخون، از کسی اجازه نمیگیره. از ترکمنچای به بعد شاه های قاجار در واقع در رقابت دو استعمارگر تحت زیر چتر ترکمنچای و قرارداد میکس انگلیس و روس قرار گرفت و اختیارات خودشون هم مثل ناصرالدین شاه و غیره داشتن. محمد شاه خوشون میکشید به هرات و اینا الاخر، در حالی که دو شاه بعدی رضا شاه و محمد رضا شاه رو برق روباز رو کار آوردن. رضا شاه رو برای سرکوب کمونیسم در ایران انگلیس آورد، مانرهایم رو در فنلاند، پیلسودسکی رو در لهستان، کارول رو در رومانی، آتاتورک در ترکیه، چنگایچک در چین. اینا آدمای خودساخته ای بودن، حمایتشون کرد در مقابل کمونیست. رضا شاه رو مثل مال افغانستان هندم که مال خودش بود رو کار آورد و وقتی به دلیل ملت دوستیش یعنی ناسیونالیسم افراطی، ایران دوستیش بگم، ملت دوستی نداشتن، ملت رو سرکوب میکرد، هیتلر متمایل شد، بنابه ماهیتش برش داشت، تبعیدش کرد با اون ذلت به موریس و بعدم آفریقای جنوبی، اگه هم زنده میمون میومد به کانادا، سرمای کانادا. به هر حال محمد رضا شاه هم همون اینه، همون به قره‌باغی گفته که نظامی ها، قره‌باغی میگه علازت از طرف همه نظامی اومدم از ایران خارج نشید، ارتش شاهنشاهی از هم میپاشه. با همین لحنش هم آورده قره‌باغی، تو اینو میگی، نیم ساعت پیش از تو هویزر و سلیوان اینجا بودند، روز و ساعت خروج مرا تعیین کرد. عزیزان ما نه با اسطوره به جایی میرسیم در این مملکت، نه با دین به جایی میرسیم. دارم سلمان رشدی و حقیقت ادبیات رو میخونم که چجوری سلمان رشدی در این کتاب نظیر رابوله که به رنسانس در و ولتر ختم شد و به اونا حمله میکنه، در ضمن مثل جیمز جویس به استعماری که این نوکرها را میارن به خاطر منافع خودشون در کشور حاکم میکنن، از جمله هواپیما خمینی رو اسکورت میکنن به ایران. توجه میفرمایید؟ یعنی میدونستن چه تحوه ای رو آوردن. بنابراین داستان اینه، ما بایستی سعی کنیم آلت دست، یعنی در بیاییم بیرون، به خودمون بیاییم. عصر
سرمایه‌داری وارد انفورماتیک و جهانی شدن شده و آیت الله های ایران هم همچنان که اون قاجارها زیر نظر انگلیس و روس بودن، متمایل به روس و گاه لاس زدن با انگلیس، امتیاز دادن به اون مثل نفت و غیره، اونجا هم تنباکو رو به روسیه، این همون ببخشید انگلیس که روسیه باعث اعتراض به قرارداد تنباکو و لغو اون شد، این همین مجتهدین، من یک مجتهد بسیار شریف و مصدقی خیلی غلیظ در تبریز آذربایجان داشتم، آشنا بودم باشون، متفلسفم بود، من ازشون خیلی یاد گرفتم، ایشون و رابطشون با علامه طباطبایی در مجادله با هم بودم، چون ایشون آخرین نماینده اصالت ماهیت در ایران بود، اون که آقای جواد سلطان قرایی در تبریز، بعد به هر حال اون میگفت من بعد جز آیت الله انصاری، شیخ انصاری زمان ناصرالدین شاه، به اکثر مجتهدین عظام مشکوکم، زیرا عموماً موقوفات عود رو گرفتند. فقط اون بود که روز اولی که کنسول انگلیس با سفیر عثمانی میره پیشش میگه فردا بیایید، فردا که میان میگه که شب دیدم یک پیرزنی داره به ریشم میشاشه، منم متوجه نشدم، اون آقای سلطان گرایی گفت منظورش اینه که اگه اینو بگیرم ویکتوریا به پیرزن به ریش من خواهد شاشید و به خیلی هاشون شاشید. ممنونم. و حائری و کاشانی بروجردی همه اینا در وسلا قوم و تأسیس کرد و کاشانی و بروجردی هم دستشون در 28 مرداد کودتاش رو شد. به هر حال یه آیت الله ایران بعد از سقوط رضا شاه از عراق آوردن به ایران که به قوام السلطنه هم و محمد رضا شاه رو به نام به اصطلاح اسلام پناه نامید و سه تا خواهشی که کرده بود از شاه هم قبول کرده بود به قوام فرستاد، قوام هفته اول اعتنا نکرد، دومی رو فرستاد، ناچار شرعیات رو در مدارس بگذارید، موقوفات رو با آخونده برگردانید که خوب بخوریم، بله، و حجاب هم آزاد باشه. به هر حال خواستم بگم که من با کشف حجاب به عنوان عمل مدرن موافقم، با اجبارش مخالف، با کشف حجاب مخالف نیستم، ننگه، اما نه به اون صورت، قزاخانه ای نباید عمل کرد. ممنونم. در اینجا من برسم به دنباله سلمان رشدی و حقیقت در ادبیات. عرض خدمتتون، استاد جلال الاعظم، من اعظم میخونم، عزم نوشتن، ولی خب به هر حال در این کتاب سلمان رشدی و حقیقت در ادبیات که خیر از حقیقت در ریاضیات، علوم تجربی یعنی فیزیک شیمی بیولوژی و علوم انسانی یعنی اقتصاد روانشناسی جامعه شناسی و تاریخ علمیه، این حقیقت در کتاب اول آورد اون رو نوشته سلمان رشدی، یعنی آیه های شیطانی و کتاب های قبلیشو که در واقع در رابطه با اینه، بچه های نیمیشب و به اصطلاح کتاب دیگه، در هر حال اون اول با رابوله مقایسه کرد که باعث رنسانس شد و ولتر، و بعد الان داره با جویس مقایسه میکنه رمان اولیسش که دست ارتجاع استعمار رو برای تقویت ارتجاع و غیره و تخریب جامعه نشون میده، بازگرداندن مثلا طالبان و غیره، نمونه هاش. جویس
رسیدم به آ ب س د رو خوندم، رسیدم به ای انگلیسی او فرانسه. جوش در رمان اولیس آگاهانه با حمایت کلاسیک و کهن هومر به مخالفت برمی‌خیزد و اون هم اسطوره است مثل شاهنامه و چیزای همینجور آشیل و داستان هاست. به هر حال از نظر به هر حال تطبیقی میشه دقیقا با شاهنامه مقایسه کرد، با چیزای هندی مقایسه کرد، رامایانا و غیره و غیره، اسطوره های مختلف. عصر اسطوره به عرفان ختم شد. اینها هر دو ارتجاعی تر از دینن، یعنی بشریت در عصر شکار اسطوره را ساخت، ول نکرد، اومد در دهنشینی دوچار حیرت شد، دوچار عرفان شد، ول نکرد اسطوره را، اسطوره و عرفان را وارد شهرنشینی کرد، دین را ساخت، دینهای قومی و بعد 5 تا دین اعتقادی. فقط در 5 تمدن بشریت به تعقل عقلانی و استدلالی رسید. چین ناقص، هند، یونان، دنیای اسلام و اروپای بعد از رنسانس که تونست استدلالی فکر کنه، حتی خدا رو استدلالش کنه. فیلسوف این کارو میکنه در مقابل فقیه. بعد از اروپا بشریت وارد عصر علم شده. ما الان در عصر علم و حقوق بشر و انسانیتی و عدالت اجتماعی. دیگه نه به اسطوره بر میگردیم، زاحلامون اونجا وجود نداره، نمیتونه وجود داشته باشه. نه به دین بر میگردیم که خمینی میخواد برگرده به خامنه ای و از اون پاسداری میکنن، و نه حتی به فلسفه. من دیگه سوالاتمه که دنیا چیست، حقیقت چیست، به فیلسوف رجوع نمی کنم، به دانشمندان رجوع می کنم، ببینم بیگ بنگ چی میگه، حیات چجوری به وجود اومده، بیولوژی چی میگه، نه اینکه خدا چجوری خلق کرده، 6 روز بوده، 7 روز بوده، 10 روز بوده، این داستان. خدایی وجود نداره تا این وارد این بحثا بشیم. در اساطیر هم همه جا خدا هست، به نام خداوند جان آفرید. نه خدا وجود داره نه جان را آفرید. به هر حال جوش در رمان اولیس آگاهانه با حماسه کلاسیک و کهن هومر به مخالفت برمیخیزد و چارچوب کلی و بخشهای بزرگ و حوادث اساسی آن را به وام میگیرد و حماسه ریشخندآمیز با زد یا ضد حماسه از زمانه کنونی که حماسه از آن رخت بربسته و راه بر قهرمانی ها بسته شده. ما دیگه دنبال رستما نیستیم که بیاد نجات بده، جامعه باید بیدار بشه و شه سواری شوالیه‌گری ناممکن گردیده و شعر نابود گشته ارائه میده. البته اینجا شعرها شکلای مدرن گرفتن، ولی شعرهای حماسی نابود گردیده، تموم شده. میشه مقایسهش هم کرد ولی عصرش گذشته، موضوع هم منتفیه. یعنی همچنین رشدی نیست در کتاب آیات شیطانی آگاهانه با حماسه تاریخی و بزرگ محمد و اسلام به مخالفت برمیخیزد. سیر عمومی حوادث و مراحل اساسی و مهمترین وقایع را به وام میگیرد تا حماسه طنزآمیز از زمانه کنونی اسلام ارائه دهد. اسمارم چی محنود میکنه و جبرائیل میکنه و از هوا به ما میفته و الی آخر در انگلستان میفته.
زیرا آخوند مقلد اونجاست، اون قبلش اونجاست. الان خیلی جالب مقایسه کرد. بله، همچنین سلمان رشدی نیست در کتاب آیات شیطانی آگاهانه با حماسه تاریخی و بزرگ محمد و اسلام به مخالفت برمیخیزد. سیر عمومی حوادث و مراحل اساسی و مهمترین وقایع را به وام میگیرد تا حماسه ای طنزآمیز از زمانه کنونی اسلام ارائه دهد که از آن نیز حماسه مدرنیت رخت بربسته و جایی برای قهرمانهای این عصر و شهسواری عمل و واقع گرایی نص و شاعران بودن شعر باقی نمانده است. به عبارت دیگر، ما با هجای ریشخندآمیز و تلخ اوضاع کنونی ژلاتینی و رنگ رو باخته اسلامی روبرو هستیم که از گردونه جهان معاصر غایب است. ارتجاع مطلقه، زیرا همچنان در حماسه‌ای متعلق به گذشته به سر میبرد. میخواد برگرده، اضافه میکنم، به اسلام ناب محمدی و در قهرمانی های خیالی آن، زیرا همچنان در حماسه‌ای متعلق به گذشته به سر میبرد و در قهرمانی های خیالی آن، چنان که برخوردش با خشونت واقعیت های کنونی توهم آمیز است و تصورش از آینده در حد یک رویا. نمادهای بزرگ این هم بخش سلمان رشدی بود، توضیح داد، یعنی جامعه ما، دنیای که اسلامیه که از هنوز به رنسانسش نرسیده، رابولش رو نداره، سلمان رشدیش رو نداره، داشته باشم نمیشناسه، نمیخواد با وسیله اون خودش رو بیدار کنه، حاکمیت ملی برقرار کنه، از دست شاه و شیخ نجات پیدا بکنه. برگردم به کتاب. نمادهای بزرگ اولیس همه هومری هستند. کتاب اولیس جیمز جویس منظور. نمادهای بزرگ اولیس همه هومری هستند. مثل پوچ بزرگ زندگی. داره مقایسه میکنه هم جیمز جویس رو با هومر و سلمان رشدی رو با اسلام، که چجوری آیه های شیطانی در واقع طنز مسخره گرفتن تقدس ها در اسلامه. نمادهای بزرگ اولیس همه هومری هستند. مثل کوچ بزرگ زندگی، ماجرای بزرگ خود اولیس، تیلماخوس یا تلماک پسر اولیس، سیکلوپ ها، گول های یک چشم که دریانوردان را با آواز خود افسون می کنه، صخره های گم و سرگردان، سریسه افسونگر، جزیره ایتکا، مقصد نهایی و قرارگاه اولیس، پنلوپ، همسر وفادار چشم به راه اولیس. اما نمادهای بزرگی که در آیات شیطانی آمده همگی از حماسه تاریخی اسلام گرفته شده که به طور فشرده عبارتند از حج، هجرت، خود محمد، ابو سفیان، قریش، عایشه، جهنم، جبرائیل، شنهای روان جاهلیت، شهر مکه، هند و پاکستان منظور، مکه، خدیجه،
این دو رمان نه تنها مقایسه میکنه دیگه، رمان مقایسه دو رمان مدرن رو مقایسه میکنه، نه دو اسطوره یا حماسه رو، و انسان نتیجه میگیره از این برای امروز، برای فردامون. این دو رمان نه تنها ما را به هر سو میبرند و از آثار فراوان و مختلف و اماکن پرشمار و گوناگون میگذرانند، بلکه هر یک از آنها سیر و سیاحت و ماجراجویی ادبی کاملی است در سرگشتگی های زمانه های سیاسی و مکان های فرهنگی و عوالم تمدن که نظیر همند یا متفاوتند، در کنار یکدیگرند یا دور از هم، از یکدیگر در گریزند یا جذب یکدیگر میشوند الی آخر. من سعی میکنم همیشه جملاتو کامل بخونم که عزیزان خوب در بیاد. در این فضای اودیسه‌ای ناچار کارهایی چون پرواز و چرخ زدن در فضا و سقوط و معانی نمادین مهمی یابند. ایکاروس پسر دید اولوس که در اساطیر یونان بالدار است، از زندان سرگشتگی فرار می کند و سرانجام در دریا می میرد. همچنین قهرمان جویس استفن دید اولوس از وادی سرگشتگی ایرلند و زندان آن می گریزد و سرانجام در گرداب تبعید و دریای آشفته آن فرو می افتد. در اینجا جویس سقوط ابلیس پیشوای کروبیان را با اشاره به پرتو نوری که از آسمان فرو افتاده ترسیم می کند، یعنی جنبه های سمبولیکش رو اشاره کرد آقای جلال العظم. و در آیات شیطانی نیز صلاح الدین چمچه از وادی سرگشتگی بمبئی و هند و زندان بزرگ آن دو می گریزد و سرانجام او نیز درون موجود بالداری که نامش بستان است در دریایی پر آشوب از گرداب و دشواری و غمهای لندن فرو می رود می افتد. همانطور که یک مقایسه می کنه هی میاد اینجوری، سفر اولیس در حماسه هومر با شکوه بازگشت او به جزیره ایتاک و به آغوش همسر وفادارش پنلوپ پایان می‌یابد، اودیسه لئوپولد پلوم قهرمان رمان اولیس نیز با بازگشت احمقانه و مسخره آمیز به دوبلن و بستر مولی بلوم همسر غیر وفادارش پایان می‌گیرد، چون میخواد به ریشخند بکشه که در عصر مدرن اونجوری نمیشه، واقعیت اینجوری میشه، اونم در عصری که استعمار به وجود آورد. اما بازگشت صلاح الدین چمچه به ایتاکش در هند در آیات شیطانی جایگاهی دارد بین شکوه حماسه هومری به حماقت صحنه پردازی جویسی، یعنی بازگشتی است انسانی عادی و طبیعی که در آن چه بسیار شوخی سرنوشت دیده می شود بی آنکه به سطح قهرمانی ارتقا یابد یا به سطح هزل فرو افتد.
مثل جوی، مال قهرمان جویس. سرانجام چمچه بدون آنکه چندان ادعایی داشته باشد، به مقصد و محل استقرار خیش و به بستر معشوقه چشم انتظارش زینت وکیل که به او وفادار نمانده باز می گردد. این جویسه. اما عقده‌ای در دل ندارد. این بازگشت عادی در چارچوب انسانیش به این دلیل ممکن گشت که زینت وکیل پزشک تنها شخصیت واقعا اعجاب انگیز رمان سلمان رشدی است، با آزاد منشیش، سادگی و فروهیختگیش و تعهد و صمیمیت و خدمتش به دیگران. این است که زینت وکیل زینت بخش سراسر رمان است. مثل اون فاحشه نجیب ژان پل سارتر، ضمن اینکه این تخلف انجام داده، از شرافتش کم نشد، آخوندی نمی نگره. من اضافه کردم. بله. این است که زینت بخش سراسر رمان است، رمان سلمان رشدی، و نقشی را که بر عهده او گذاشته شده، یعنی بازگرداندن صلاح الدین چمچه به بمبئی و آشتی نهایی او با پدرش که در بستر مرگ افتاده و هم با هند و هم موفقیتش به انجام میرساند، و بالاخره همانطور که اولیس ضد اودیسه جویس، بله، همانطور که اولیس قهرمان ضد اودیسه جویس با تنین واژه آری پایان مییابد، رشدی نیز ضد حماسه اسلامی خود را که آیات شیطانی را با عبارت دارم میایم خطاب به زینب وکیل به پایان میبرد. باید باز تأکید کرد که دل مشغولی به سفر و حرکت از این سو به آن سو، مهاجرت و کوچ و جستجو برای رشدی مسئله عمیقی است، تقریبا شبیه عقده روانی که در هر صفحه از آثار او با نمادهایش، استعاره هایش، ناسازه هایش، کنایه هایش، اسناد تاریخیش و غیره می درخشد. این است که قهرمانان رمان های او، یعنی سلمان رشدی، دائما مهاجرت می کند و از مرزها، چه مجازی و چه حقیقی، می گذرند. بی هدف در آسیا و اروپا و آمریکا به این سو و آن سو می روند و بین گذشته و حال و آینده، بین خواب و بیداری، بین رویا و هوشیاری، بین رجحان و جنون، بین خیال و واقعیت، بین شکل شیطانی و چهره فرشتگان، بین توهم و حقیقت، بین عزت و ذلت، بین سینما و واقعیت بیرونی، بین دنیا و آخرت، بین زندگی و مرگ، و بین دین و دانش، در گشت و گذار. این مهاجرت ها برای یافتن ایناست، رها شدن از اولی ها و رسیدن به دومی ها. در نخستین رمانی که رشدی تحت عنوان گریموس منتشر کرد، تمام آثارش رو دقیق خونده و با قدرت تحلیل استثنایی که در مورد رمان داره و تطبیق رمان‌های مختلف، این استاد فلسفه
حیرت انگیزه، حیرت انگیز عزیزان. من هیچ ایرانی رو نمیشناسم که به دوست فرهیخته ایم دادم گفت راست میگی. دو تا دوست، یکیش گفت من فکر میکردم از مصر عقبیم، الان فهمیدم از سوریه هم عقبیم موقعی که این رمان رو خوند، ولی الان ویران کرد اسلام و دست استعمار سوریه رو و حماقت بشار اسد برخلاف پدرش. در نخستین رمانی که رشدی تحت عنوان گریموس منتشر کرد و رمانی ناموفق بود، با همین دل مشغولی ها و همین موضوعات روبرو هستیم. گریموس استعمارگر اروپایی است که بر جزیره دور افتاده در دریای مدیترانه حد فاصل شرق و غرب فرمان میراند، زیرا ساحر و معجزه‌گر است. رشدی در مقابل از شخصیت یک سرخپوست آمریکایی که کرکس دوباله نام دارد و در جستجوی برادرش است که در جزیره مذکور گم شده استفاده می کند تا وجود انسانهای دیگر را نشان دهد. در این رمان شخصیت دیگری هست به نام ویژیلیوس جونز، همون جیمز جویس ایرلندی، به همان نام شاعر رومی قدیم که با اودیسه هومر به مخالفت برخاست و اودیسه ای از شعر آفرید که به همان اندازه مشهور است. علاوه بر آن همین ویژیلیوس، ویرژیل دیگه، ویرژیلیوس بله، راهنمای دانته است در سفر معروفش به جهنم و از آنجا از طریق برزخ به بهشت. ببینید چه سلمان رشدی تسلط بر رمان داره و استاد صادق جلال الله اعظم باز کردون. در رمان گریموس ویرژیلیوس جونز نقش کرکس را بر عهده دارد که خواهرش را جستجو میکنه. او یکم برادرش اومده بود در اون جزیره سرخپوست جستجو کنه. نام جزیره گریموس هم گاف است. این امر مستقیما به مراجعه به سوره قاف قرآن منجر می شود که در آن جهنم این چنین توصیف می گردد. آیه قرآن را آورده، سوره 50 یعنی سوره قاف آیه 30، روزی که به دوزخ گوییم آیا پر شده ای و می گوید آیا دوزخیان بیشتری هست که به بلعن، یعنی هیچ وقت پر نمیشه، خشم خدا خاموش نمیشه. بله. علاوه بر این شهر مرزی دوردستی که حوادث رمان شرم که رهبران سیاسی نوکر هند و پاکستان و ایران و غیره بایستی شرم بکنن، عنوانش رو از این گرفته، به جای بچه های نیمی شبی که بچه ها رو آواره کردن در خیابون ها. بله. علاوه بر این شهر مرزی دوردستی که حوادث رمان شرم در آن می‌گذرد نیز اسمش قاف است. به هنگامی که سلمان رشدی صعود کرکس را به بالاترین کوه قاف برای دیدار گریموس بس می‌کند، از سیمرغ پرنده اسطوره‌ای شاهنامه فردوسی و شاهکار صوفیانه فریدالدین عطار نیشابوری در منطقه طیر استفاده میکنه. احاطه استاد جلال الله اعظم تماشا کرد که اون سیمرغ‌ها 30 تا مرغند، میرند در عطار میبینند سیمرغی نیست، خودشون سیمرغند، شاهی نیست که بیاد ما را نجات بده، خودمون ملتمون باید خودمون رو نجات بدیم،
پندی که باید از عطار بگیری. دوباره اینجا رو میخونم. به هنگامی که سلمان رشدی صعود کرکس را به بالاترین کوه جزیره قاف برای دیدار با گریموس وصف میکنه، از سیمرغ پرنده اسطوره‌ای شاهنامه فردوسی که اسفندیار معیدشه، زال هم همینطور تیغو میتراشه میده، میگه بزن به چشم اسفندیار، تا چون معید سیمرغه تو هم کشته خواهی شد پسرم. پیرمرد سالاریه شاهنامه، پیرمردا میمونن، جوونا میمیرن. بله، از سیمرغ پرنده اسطوره‌ای شاهنامه فردوسی و شاهکار صوفیانه، مال عطار شاهکاره از نظر مضمون، و شاهکار صوفیانه فریدالدین عطار در منطقه تید استفاده میکنن. در منطقه تید سخن از سفر دشوار پرندگان سیگانه در میان است که به جستجوی سیمرغ افسانه‌ای می روند و تلاش نفسگیر آنان برای دیدار او، سیمرغ به دیدار سیمرغ می روند. زیرنویس: باید یادآوری کنم که آثار رشدی سرشار از میراث فرهنگی هند، خدایان اسطوره‌ای، حماسه ها، نمادها، داستان های عامیانه و الاخر که من از آنها آگاهی ندارم. اون داستان های هندیشو میگه استاد جلال العظم، و در نتیجه نمیتوانم به شرح و بررسی آنها بپردازم. با وجود این، آثار سلمان رشدی دریچه ای از تمدن و فرهنگ و میراث هند را به روی خواننده جدی و علاقمند، یعنی محقق، می گشاید. برای اطلاع از این جمعه آثار او نوشته شده و به هر حال دیگه نمی خونم. بله، رسیدم به بخش F. این هم یک مقایسه بود که انجام داد استاد جلال العظم در مقایسه جویس و سلمان رشدی. هر یک از درمان اولیس و آیات شیطانی در توصیف ماجراجویی های بخشی از شخصیت های خود در یک عشرتکده مشهور به اوج ادبی خیش میرسد. نزد جوز این عشرتکده عمومی در شهر شب در دوبلن است و صاحب و مدیر آن بلاک کوهن نام دارد. و در مقابل نزد رشدی عشرتکده‌ای است مشابه آن در شهر جاهلیه مکه، در محوطه‌ای که نخل‌ها بر آن سایه انداختند و از آن صدای جریان تند آب بلند است و صاحب و مدیر آن مادام حجاب نامیده می شود. آتاتورک که گفت حجاب داشته باشه. مخالفت ریشخندآمیز با مقدسات مسیحی و اسلامی در این دو رمان با ماجراجویی استفان دیت اولوس هنرمند و لئوپولد بلوم در عشرتکده بلا کوهن همتای شخصیت سیرسه افسونگر در اودیسه اصلی هومر است و ماجراجویی شاعر هوشمند دوره جاهلی یعنی بل در عشرتکده حجاب به اوج می رسد.
که پیغمبر این بل رو که علیه شرک گفته بود، گفته بود از دیوار مکه هم آویزون بشه میکشمش، که کشتش بی سر و صدا. ماجرای نخست به شکل یعنی مال جوش، ماجرای نخست به شکل مراسم دعایی در کلیسا به افتخار جورجینیا جونسون که فاحشه ایست در می آید و جوش بیرحمانه دردهای حضرت عیسی و مراسم قربانی مقدس را به سخره می گیرد و فروشنده ای دورگرد با نام آقای لامب که به معنای بره است و از لندن به اشرتگده آمده، به بره لندنی که تاوان گناه جهانیان را می پردازد تبدیل می شود و فاحشه‌های سگانه به صورت سه باکره دانا در می آیند و تثلیث مقدسی مرکب از امپراتوری انگلیس و ایرلند و کلیسای کاتولیک به جای تثلیث پدر و پسر و روح القدس تشکیل می شود. اما ماجرای دوم پس از ورود پیروزمندانه ماهوند که همون محمده به شهر جاهلیه، شکل پنهان شدن بل شاعر حدس سراغ جاهلی در مؤسسه مادام حجاب به خود می گیرد. یک نوع رویای بیداری طولانی که حکم یک فیلم بلند سینمایی را در رمان داره به ذهن بل می زند. در اینجا ماهوند نقش خود را بر عهده دارد و نقش زنان ماهوند و اسمهایشان به دخترانی که در عشرتکده حجاب کار می کنند داده شده است. به طور کلی یعنی تمام مقدس صداییه. به طور کلی عزیزان حقیقت در ادبیات رو اینجا میشه خوب فهم. به طور کلی در مقایسه با حمله جوش به مقدسات اصلی دین مسیح و تحقیر او در اشرتگده بلاکوهن به نظر میرسد که کار رشدی در دادن زنان ماهوند به دخترانی که در اشرتگده حجاب، اگر حجاب گفتم از میخوام حجاب درست، کار میکنند امری سهل است. شکی نیست که جوش و رشدی هنر خود به ویژه هنر هجای ریشخندآمیز را در اشکال مختلفش به کار میگیرند. شکی نیست که جوش و رشدی در هنر خود به ویژه هنر هجایی ریشخندآمیز در اشکال مختلفش را به کار می گیرند تا آن نوع دینداری متحجری را که پیرامون خیش دیدند بی اعتبار کنند و آن نوع احکام عقیدتی عقب مانده را که از کودکی آنها را احاطه کرده در محیط اجتماعیشان مسلط بوده مورد سرزنش شدید قرار دهند. بدین منظور که مشروعیت زندگی معنوی نوین و آزادی برای هنرمند تأکید ورزند که خود خلاقیت هنری و ادبی که در خود خلاقیت هنری و ادبی تجسم می‌یابد و عمق و گسترش افق خیش را از این دو می‌گیرد. به این دلیل است که جوش در رمان
چهره ای از هنرمندان در جوانیش، هنرمند در جوانیش با خشونت و شدت هرچه بیشتر به کلیسا و دستگاه مذهبی خیش حمله میبرد و با آن و اعتقادات و مقدسات و اسرار و معماها و یسوعی یعنی جزوئیت هایش تصفیه حساب میکند. مشخص تر بگویم، جوش با کلیسای کاتولیک ایرلند که آلت دست استعمار کاتولیک ارتدوکس انگلیسه، مشخص تر بگویم جوش با کلیسای کاتولیک ایرلند روبرو بود که قشگری، تعصب در فهم و تفسیر آموزش دینی سراپای آن را فرا گرفته بود و با ذهنیتی بنیادگرا و در خود فرو رفته و عقب مانده و کاملا ارتجاعی به وضع موجود ایرلند و مسائل و بیماری ها و موزلات آن برخورد می کرد. او با کلیسایی روبرو بود که هیچ ارزشی برای خود قائل نبود مگر دفاع از هرچه متعلق به گذشته است یا اساطیر است و توجیه هرچه ارتجاعی و سپری شده است و نوید ادامه هر آنچه همکنون است. او با کلیسایی روبرو بود که هیچ ارزشی برای خود قائل نبود مگر دفاع از هرچه متعلق به گذشته است و توجیه هرچه ارتجاعی و سپری شده است و نوید ادامه هر آنچه مکنون است، مضافاً بر آن که این کلیسا به عقده های روانی و گروهی ناشی از وجود همسایه انگلیسی نیرومند و پروتستانش مبتلا بود و ناتوانی از برداشتن قدمی برای فراتر رفتن از آن عقده ها. جویس با چنین کلیسا و چنین دینی به مخالفت برخاست و از این طریق در عرصه ادبیات، به این دلیلم کتابش در انگلیس نتونست چاپ کنه اومد اروپا، بله، از این طریق در عرصه ادبیات موضع مشهور ابلیس دائر بر سجود نکردن به زبان لاتین نون سرویام، هرگز خدمت نمی کنم را پیش گرفت. جوش اعلان کرد خدا چیزی جز فریادی در کوچه نیست، چنان که قهرمان او استفان دید اولوس قربانی مقدس را نپذیرفت، زیرا از اثر شیمیایی که این نماد خضوع و بندگی بر روحش می گذاشت می ترسید و این عقیده را که قربانی به جسد و خون مسیح تبدیل می شود به استهزا می گرفت و مردم دوبلن را متهم می نمود که مسیح را چون ماده مخدری که رنج و دردهایشان را آرامش می بخشد مصرف می کنند، به جای آنکه علل رنجها و دردهای ایرلند را از ریشه بشناسند و درمان کنند، یعنی استعمار. در ایران هم همینطوره، آخوند و اسلام هم همینطوره. لئوپولد بلوم نیز همین موضع را دارد و مراسم قربانی را مخدر اصلی می داند که مردم دوبلن به آن معتادند و دهانهاشان را باز می کنند و چشمها را می بندند. جوش تأثیر تخدیرآمیز دین را، دین تریاک توده هاست به این دلیل، جوش تأثیر تخدیرآمیز دین را منحصر به آیین کاتولیک نمی داند، بلکه به بودا که خود را شل رها کرده و دست را بر گونه نهاده و بالاخره آن نوع دینداری که نمایندهش جنبش های احیاء آیین پروتستان در ایالات متحده هستند نیز اشاره می کنند.
یکی از مذهبی ترین کشورهای دنیاست امریکا. این ملاحظات درباره سلمان رشدی نیز صادق است. او نیز خود را با دینداری اسلامی که پیرامون خود دیده و با کارگزاران یعنی آخوندها، نمایندگان، نهادها، ملایان و اربابان آن تسویه حساب کرده است. حساب خود را مشخص تر بگویم، رشدی حساب خود را با دینداری هندی اسلامی در پاکستان، الان در ایران، تسویه کرد که قشریگری تعصب‌آمیزی در فهم تعالیم اسلام و روایات و تفسیرهای آن بر آن مسلط است و با ذهنیتی بنیادگرا در خود فرو رفته، عقب مانده و کاملا ارتجاعی به وضع کنونی هند و پاکستان و مسائل و بیماری ها و معضلاتش برخورد میکنه. یعنی او، سلمان رشدی، حساب خود را با اسلامی تسویه کرد که هیچ وظیفه‌ای برای خود جز دفاع و توجیه و بازگشت به عقب و محافظه‌کاری قائل نیست، آن هم در شرایطی که به کلی از انجام حرکت مثبت ناتوان است. یعنی بیکاری را در ایران رفع کردن، خیلی ساده بگم. هدف از این تسویه حساب آن است که بتوان مجموعه عقده‌های روانی و گروهی ناشی از وجود این اسلام را در محیط بزرگ و پرآشوب هند پشت سر گذاشت. برجسته ترین این عقده ها در نکات زیر خلاصه می شود. عیناً برای ایران هم صادقه. الف، اکثریت مطلق مؤمنان به دین اسلام به زبان اصلی قرآن عربی آشنا نیستند. دو، ب، آنها چون در شبه قاره هند اقلیت کوچکی هستند در مقابل هندوها، احساس می کنند فرودستند، با اینکه بزرگترین کشور اسلامی دنیاست از نظر جمعیت. ته، به جای آنکه بین اکثریتی باشند که دست کم از اهالی کتاب، از اهل کتاب یعنی مسیحی و یهودی باشند، در بین اکثریت قاطع از بت‌پرستان و کافران، اضافه کرده زرتشتیان که 20,000 نفر بیشتر هستند، رقم نیست، و کسانی که سنگ و آتش و مجسمه می‌پرستند به سر می‌برند. به این دلیل رشدی با چنین اسلامی و چنین دینداری به مخالفت برخاست، همان موضع امتناع را در پیش گرفته که قبل از او جوش داشت و دست رد به سینه آیین تسلیم و خضوع یعنی مسیحیت، که در آن هر مردی بنده خدا و هر زنی کنیزی است، کنیز خداست، زده بود. یعنی دست رد زده بود به سینه آیین تسلیم و خضوع که در آن هر مردی بنده خدا و هر زنی کنیز خداست. خدا در نظر رشدی چیزی بیش از یک موجود اضافی یا زائد نیست و عقیده وحی در مفهوم اصلی خود یکی از مواد مخدری است که به وفور یافت می شود و آثار و منابع گوناگون دارد. در بچه های نیمه شب رشدی بر پایی دولت پاکستان را به بودا نسبت می دهد که زیر درختی در دهکده گایا در پرتو نور نشسته. اشاره به اسطوره قدیم بودایی. رشدی همچنین میکوشد فراتر رفتن بودا از غمهای جهان و رسیدن به مرحله صلح کامل درونی
با خیش و با جهان را به این نکته پیوند دهد که تصوف دیگه، یعنی دنیا را فراموش کردن، در خود جستن از این جفنگی ها که دنیا درست میشه. بله. به این نکته پیوندد که سلیم سینا فنون تسلیم و خشوع را یاد بگیرد تا به شهروندی درست کار در پاکستان کنونی بدل شود که بر آن دیکتاتورهای نظامی اضافه کنم وابسته حکم میرانند. در آیات شیطانی اشاره های ریشخندآمیزی نیز میبینیم نسبت به احیای آیین پروتستان به شیوه آمریکایی و توسط شخصیت یوجین دامز دی. این اسم در تلفظ انگلیسی شبیه است به روز قیامت، یاد روز داوری. بله، که دین کهن و علم مدرن را با درست کردن ترکیب جدیدی به نام علم آفرینش ناگهانی هستی آشتی می دهد. آیین یهود و مقدسات و محرمات آن را نیز طبعاً از تسخر جویس در رمان در امان نمانده است. چرا که ضد کم مونده تموم میکنه. چرا که ضد قهرمان او بله. چرا که ضد قهرمان او لئوپولد بلوم در رمان اولیس، من در همین جا متوقف میکنم و روز و شب عزیزان به خیر باد.